نماینده ابهر از سربازی معاف شده. واسه چی؟ معلولیت خیر، کفالت اونم نه. بگم تو سن 40 سالگی 3 تا بچه داشته. حسن شجاعی تو 40 سالگی یادش میفته خدمت نرفته، میگه با برن خدمت، دفترچه اعزام میذاره زیر بغل میره حوزه نظام وظیفه، میگه من حسن 40 سالمه میخوام برن خدمت. بهش میگن ای پیر حسن تو بچه هم داری؟ میگه 3 تا. میگن تو نمیخوای بری خدمت، تو معافی. میگه واسه چی؟ میگن تو بزرگتر خدمت رو کردی، 3 تا بچه داری، تو معافی. این اتفاقات کی افتاده؟ چند ماه قبل انتخابات مجلس. کارت پای خدمت میدن میذاره تو جیبش، میگه چی کار کنم، چه جوری به کشورم خدمت کنم. احساس تکلیف میکنه، ثبت نام میکنه مجلس، نماینده انقلابی میشه، تکلیفشو ادا میکنه. نظام الدین موسوی نماینده مجلس گفت رقبا میخوان حواشی مجلس 11 بزرگ نمایی کنن. اول یه جواب کوتاه به نزی بدم. نزی کدوم رقبا؟ مگه دیگه رقیبی همون؟ الان خدا رو شکر همه تون هم فکرید و بین هم فکرا بابت قدرت و مجلس دعوا شده عزیزم. آره. خودتون رقیب خودتون شدید واسه قدرت. و دو، گفته دیگه یه ماشین چیه؟ تو همه ادوار مجلس ماشین دادن. بله اولش ماشین میدادن، ولی دیگه وسطش شاسی بلند که نمیگرفتند. گرچه همون اولش هم اشتباهه، چون خیر سرتون یه ماشین دارید دیگه. بله شاسی بلند نمیگرفتن وسطش. 147 نمی چند تا. آره چیز بزرگ. الان هر شهری رو میبینی به خاطر آلودگی هوا مدارسش تعطیله. بحث من آلودگی هوا نیست، بحث من اینه که ما ده شصتی ها چقدر بدبختیم. اون موقع که ما مدرسه میرفتیم تو بگو یه روز تعطیل، تو بگو یه روز آلودگی هوا. یعنی شانس ما بهترین دوران محیط زیست و کره زمین بود به جون خودم. تازه فقط یه جمعه تعطیلم بودیم. الان بچه های الان پنجشنبه جمعه تعطیل، هفته هم 3 روز آلودگی هوا تعطیل. آلودگی هوا عوضی واسه ما در شستی ها کجا بودی؟ که صافت. یعنی هرچی هنر نمایی داری واسه بچه های الان نه، که صافت عوضی. این هم شانس ماست. رئیس بانک مرکزی گفته باید به حرف ما گوش دهید، نه این نرخای اعلامی. آقا دلار چنده؟ 50 خورده. آقا رئیس دلار شما چنده؟ زیر 40 تومن. خب اونا میگن 50 خورده. آها قیمتش زیر 40 تومنه، پس 1000 دلار بهم بدید. نمیشه. واسه چی؟ آها دلار شما واسه واردات کالای مهم واسه کشور و مردمه، مثلا چای اینا. حالا ما چی کار کنیم؟ آها صبر کنیم که قیمت دلار به قیمت شما برسه، که نمیرسه. تا اون موقع چی کار کنیم؟ بله عجله دارم. آها اگه عجله دارم از اون دلارای 50 خورده بخرم، ولی باید بدونم قیمتش اینی، ولی بخرم که کارم عقب نیفته، کارم پیش بیفته. ولی قیمتش اینی عوضی دلار، قیمتت اینیست، ولی میخرمت. سوسی باز حامله شده عوضی. میخواستم عقیمش کنم بردمش دامپزشکی، گفتن این حامله است. سوسی منده من، یعنی به یه هفته نکشید حامله شد. بیا سوسی، سوسی بیا، خجالت میکشی نه عوضی. مای فادر ای بیبی ها کیه؟ او قهوه است. بازم کارشونو کردن ولت کردن عوضی. بیا نگاهمو نکن، خجالت میکشی سوسی منده. بازم قراره من بزرگ کنم این طولاتو. به کام میشی؟ به کام یکی دیگه به نام من. بهت گفتم دست بکش از این منده بازی. خسته نشدی؟ 7 سال داری منده بازی میکنی، کم کم 70 تا طول پس انداختی. خسته نشدی؟ به خودت بیا سوسی منده. نگاهش کن از این فالوورام خجالت بکش. خجالت کشیدی؟ او نکشیدی. این غریزه طبیعی داره. روز جهانی معلولینه. تو بیشتر کشورهای دنیا واسه معلولین زیرساخت‌های شهری، آموزشی و رفاهی تعبیه میشه، ولی متاسفانه تو کشور ما این خیلی کمه.
حالا اگه نگیم نیست، یعنی توی کشور واسه مایی که از نظر جسمی سالمیم این زیر ساخت ها مناسب نیست، چه برسه به این معلولین عزیز. و ما دو نوع معلول داریم، یه معلول جسمیه یه معلول فهمیه. نمیفهم کی؟ وزیر کار رفته تو همایش معلولین، آخر صحبتاش گفته انشالله روزی بدون معلول، انشالله روزی بدون تو و امثال تو. بلد نیستی حرف بزنی؟ کی گفته حرف بزنی؟ تو که نمیتونی دردی از اینا دوا کنی، واسه چی زخم میزنی؟ واسه دعوتنامه فرستادن؟ چرا باید همه جا حرف بزنی وقتی بلد نیستید حرف بزنی؟ نوشته تولد من روزی است که با تو آشنا شدم. کسافت عوضی ننت ای همه درد زایمان کشید، افسردگی پس از زایمان گرفت، بابات ای همه محروم شد از ماه هفتم حاملگی ننت تا بعد زایمانش، که توی کسافت بیای تو بیوت اینو بنویسی؟ کاش او بند نافت دور گردنت میپیچید و خفت میگرد تا اینو تو بیوت ننویسی. پاکش کن و الله ننت ببینم نه دیگه نمیشه برگردی، ولی دلش میشکنه وزی، پاکش کن یه چیز دیگه بنویس. آره نیازی نیست اینو بنویسه، ننت دلش میشکنه وزی. ایزدخواه نماینده مجلس گفت که میرسلیم بهش گفته من مصوبه واردات ماشینو تو مجمع تشخیص هوا میکنم، یعنی نمیذارم ماشین وارد بشه. میرسلیم تنها کاری که میتونی انجام بدی همینه و ما اینو فهمیدیم، نیازی به گفتن نیست. شما امید ما رو هوا کردید، آیندهمون، اشتغالمون و هر چیزی که یه انسان واسه ادامه زندگی بهش نیاز داره هوا کردی. از امثال تو چیزی جز این بعید نیست، یکی مثل تو که نه سواد نه چیز داره. کارتون همینه، هوا کردن آرزو و زندگی. قالیباف گفت من از عملکرد مجلس 11 دفاع میکنم ولی هنوز نتیجهش واسه مردم ملموس نیست. قالیباف کی واسه مردم ملموس میشه؟ آها مجلس انقلابی بعدی. این مجلس انقلابی دونو پاشید، مجلس انقلابی بعدی درو میکنه و مردم واسه شون ملموس میشه حتی. و در ادامه بیاناتش گفت مجلس 11 در حوزه مسکن، خودرو و قدرت خرید مردم عمل کرد و خوبی داشت. مزاح کرد فکر کنم. آها مزاح نکردی، جدی گفتی. اگه مزاح میکردی خندت میگرفت، خندت نگرفت و جدی گفت. انگو مطمئنی مردم مایو میگی معیشتشون؟ آها این مردم.